به نام خداوند یکتا و مهربان، بنده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24 سلام های گرم و تقدیم یک و یک شما عزیزان بیننده باد. آرزوی صحت و سلامتی شما را از دربار خالق یکتا و بی نیاز داریم. همیشه موفق و کامگار باشند و دور از تمام امراض، خاصتاً ویروس ها و بخصوص ویروس کرونا. با وطنداران خود در داخل کشور نیز دربار خدای یکتا آرزو میکنیم که هر چیز تر و نارشر تمامی مصاحب و بدبختی ها و بدبختی آفرین ها مثل درستای وحشی خوینین و وابسته ها بیگان و پرستان نجات بتا و صلح واقعی را به کشور ما باز کردن، صلحی که نیاز من و توست، نه نیاز انگلیس و روس و امریکا و چین و کشورهای دیگه. با همین آرزومندی بینده گرامی برنامه امشب چهارشنبه 8 مارچ 2023 میلادی در سخن روز تقدیم شما سروران گرامی میشه. ساعت 8:31 شب به وقت تورنتو. در برنامه امشب بینده گرامی ما بیشتر مطالب ما در رابطه با روز مقدس، روز بسیار با ارزش، روز بسیار خوب زن است، موجودی که باید احترام شود، موجودی که باید به احترام یاد شود، موجودی که میتونه با یک دست ضعیف خود، ظاهرا ضعیف است، گهواره را تکان بده و با دست دیگه جهان تکان بده. و به این خاطر بیشتر مطالب تا تفسیر سیاسی و همه چیز ما در رابطه با مقام زن است و روز زن است، روز همبستگی زن است که امیدوارستون تا آخر برنامه باشین. در برنامه امشب ما آقای طوفان هم مصروف بودند و ما هم مضایبشان نشدیم، به هفته آینده آقای طوفان با ما می باشند. امشب بیشتر در رابطه به حقوق زنان است و اگر شما هم از خواهران گرامی دوستان که در رابطه تماس بگیرن، صحبتی داشته باشن، میتونن که زنگ بزنن و این روزه تبریک بگوین. بینده گرامی، در قدم اول خب روز زن به تمام زنهای جهان، به خصوص زنهای شجاع و دلیر سرزمین ما که در داخل افغانستان با شجاعت و با متانت و با دلیری در برابر سیاه دلان تاریخ مبارزه میکنند و صدای عدالت خواهی خود بلند میکنند، مبارک باد. دستان او دختران نازنینه که با قبولی هر نوع خطر امروز در برابر سیاه اندیشان و سیاه دلان و ملحدین کفار که در لباس دین قرار گرفتن مبارزه میکنن از بوسیدن است. یک روز نه که هر روزشان روز زن بود و هر روزشان روز مبارزه بود و هر روزشان روز پیروزی بود، همین که امروز سراسر جهان از عرف زن یاد میکنه و این معنی است که امروز زنهای افغانستان توجه جهان جلب کردن در اثر مبارزات و در اثر شهکاری هایی که مخصوص در این 17 ماه انجام دادن. به همه تبریک میگیم، به خانم گرامی خود فخر خالد تبریک میگیم و با بارم به تمام خواهران و برادر مادران گرامی که تماشاگر برنامه هستن روز زن ما تبریک میگم و این روز تبریک گفتنش و سخن گفتن در رابطه با مقام زن کار ساده نیست. بینده گرامی، از توان من عاجز بیچاره بینوا بسیار بالاست که ما در رابطه با مقام زن، که زن هم مادر است، هم خواهر است، هم همسر است، صحبت کنم. ای که سیاه دلانی در تاریخ کشور ما به نام ترورستان طالب، بقایای خاد نجیب و شهنواز تنی امروز عرصه را بر زنان کشور ما تنگ ساختن، عرصه زندگی را. بینده گرامی، معنیش بسیار مشخص است. دوران جهاد درس بزرگ بود برای کمونستان بیدین که می دیدن که مادران با شجاعت، با دلیری و با قبول هر نوع خطر فرزندان دلبند خود کمرشان بسته می کرد، می برین در مقابل کفار برزوین به خاطر آزادی وطنتان.
و امروز اونم سیاه دلان پس دوباره با درس که از تاریخ گرفتن امروز از دقدبال از فرزندانی سرزمین انتقام گرفتن و امروز مادران در زندانهای سیاه قرار دادن تا دیگه درس آزادی و درس آزاد زیستن و درس شجاعت و مردانگی دیگه با فرزندان خود نتن با مصائب و با مشکلات و با بدبختی ها اینا اما هوش باشن. ولی زنان افغانستان ثابت ساختن که میتونن با قبول تمام بدبختی ها میتونن با موجودیت تمام سختی ها صدای عدالت های خوده چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور بلند کنن. پس من کلپ را که دوست خواهش کرده بود بینگرامی امی کلپ را من ایسی یک پیام و تمام شما خواهران و مادران گرامی تقدیم میکنم. روزتان تبریک میگم و به مادران گرامی بازم تبریک میگم. دستانتان از دور میبوسم. همیشه جور و صحتمند باشین و موفق در زندگی. فرا رسیدن روز جهانی زن مبارکتان باد. وصف مقام والای زن از توان من عاجز خارج است. فقط میخواهم بگویم که زنان در هر جامعه نقش بسزایی دارند. آنها تعیین کننده در تربیت نسل آینده هر کشور هستند. زنان هر چی را که خود آموخته باشند آن را به فرزندان خود منتقل می کنند و نسل آینده را می سازند. مادران با هوش و خوب تربیت شده مسلماً فرزندان بهتر تربیت میکنن. زن با یک دست گهواره و با دست دیگرش جهان را تکان میدهد. زنان عزت نفس و اعتماد به نفس را در جان فرزندانشان نهادینه میکنن که مهمترین بخش از تربیت است که هر انسان تا پایان عمرش به آن نیازمند است. اما بزرگترین آرزویم این است هرگز با چشمان مهربانتان نامهربانی روزگار را نبینید. زن روشنترین افق پیروزی پرشکوهترین اوج موفقیت است. بوسه بر دستان پر مهرت میزنم و شکوی بیشتر را برایت آرزو میکنم و میگویم روزت مبارک باد. خب بینده گرامی در روزی که روز همبستگی زنان کشور ماست، در روزی که جهان به حال وضعیت اسفبار زنان کشور ما تأسف می خورن، در روزی که زنان در زندانهای سیاه طالبان اسیرن، در روزی که زنان شجاع و قهرمان افغانستان در خانه هایشان اسیرن، در روزی که مردم ما بخصوص زنها در کشور ما سیاه ترین ترخ ترین روزگار زندگی خود سپری میکنن، در چنین روز شیطان عصر بابای فراری خائن ملی اشرف غنی در رابطه با وضعیت زنان صحبت میکنن. صحبت امروز غنی با مصابی پاشیدن نمک بر زخم های ملت بود. صحبت امروز ازی نشانگر دیده درایی چشم سفیدی و بی حیایی ای خائن ملی بود. کسی که در جریان حکمرانیش که بر گرده ملت نصب شد توسط امریکایی ها مردم ما را پارچه پارچه و تکه تکه کرد. کسی که خونهای پاک و رقیق هزارها هزار انسان وطن ما را چی زن چی مرد را در ترکیب اردوی ملی و پلیس ملی با زمین ریخت و بالاخره کسی که بی شرمانه و بی رحمانه با شرف باختگی دادسته دولت تعویل تروریستان
وحشی سیاه دل از خدا بخبر کرد. امروز میایه در غم ملت خدا شریک میدانه و از غم ملت میگه. بسیار سخت است. کسی که عامل مصیبت است، کسی که مصیبت آفرین است، کسی که بدبختی برای ملت آورد، در کسی که دسترخوان غم و رنج و بدبختی را برای ملت ما پهن کرده، اما کثیفه که گفته بود که مردم چرا باید بولانی گندنه بخورن، چرا بولانی کچالو نخورن، ولی امروز تمام نیازهای مردم از دستشان گرفت، دسترخوان های مردم خالی گذاشت و مردم در سیاه‌ترین روزهای زندگیشان قرار داد. امروز تو آمده از درد ملت میگه و به حال ملت تأسف میخوره. من نمیبینم که اینا تیم از این هم فکرانش هم نظرانش آمیانش اینا ذری از وجدان دارن ندارن، بوی از انسانیت بردن نبردن. اگر اینا واقعا یک ذری از وجدان می داشتن و حتی اگر یک روز احساس انسانی می داشتن دیگه با این ملت به اصطلاح کنار می گذاشتن، می رفتن به زندگی نکبتبار و شرمگین خود ادامه می دادن، دیگه به یاد این ملت نه چیره های کثیف و پلید و سیاه خود نشان می دادن و نه در رابطه با ملت گپ می زدن. تاریخ ما شما چیره های سیاه اشرف غنی و محب و فضلی و ویدومر و دار و دسته و کسانی که در هر ریاست جمهوری با شما بود به خط سیاه شما یاد میکنه. شما را منعی نتنه منعیس خاینین وطن فروشا شرف باخت ها بی وجدانترین انسان های روی زمین یاد میکنن. شما با عیست و با آبرو و با تاریخ و با فرهنگ و با افتخارات یک سرزمین بازی کردین، بی شرمانه بازی کردین. از چی نیاز است که بار دیگه چیره های سیاهی تانه، چیره های تاریخ دید شده تانه، چیره های پلید تانه بعد دوباره برای مردم نمایان میسازین و از درد ملت میگین؟ این درد ملت شما ده برابر بیشتر میسازین، رنج های ملت بیشتر میسازین، زخم ها را تازه تر میسازین، نمک بیشتر بر زخم های ملت پاش میدین. لعنت خدا بر شما و هم فکران و دار و دستی شما. ای بابای فراری در پیام صوتی به مناسبت 8 ماه مارچ گفته که مردم افغانستان به سوی مرگ تدریجی و ناامیدی روان هستند. ببینید بیندای گرامی، مردم افغانستان به سوی مرگ تدریجی و ناامیدی روان هستند. این مردم افغانستان تازه میخواستند که به سوی زندگی روان شوند، به سوی نیمه آسایش و آرامش روان شوند. شیطان عصر، تو لعنتی بودی که با طرحهای خائنانه‌ت، با طرحهای غیر انسانیت، با طرحهای ایوانیت آمدی و زندگی رو بر مردم ما تلخ ساختی. هر آنچه که داشتن از اونا گرفتی و دو دسته اینها رو تحویل ترورستان دادی. مگه مرگ تدریجی تو آغاز نکردی در افغانستان؟ تو امروز از مقام کسانی یاد میکنی که دیروز سفری فساد و فساد اخلاقی را در هر ریاست جمهوری پهن کرده بودی. تو کسی بودی که با عزت و با آبروی تمام زنان افغانستان، نه تنها خودت و خانمت و قطران خانمت به شمول زوریاس بازی کردین. بوی گندگی شما در سر تا سر جهان پیچید با اعمال غیر انسانیتان، با اعمال غیر اخلاقیتان. مگر گفتار آقای احمدزه که در ارگ ریاست جمهوری فراموش جان میشه که ارگ شما به یک فاحشه خانه بدر ساخته بودین، با عیست آبروی هرچی دختران کشور ما بود بسیار بیرحمانه و بیشرمانه بازی کردین. اونون یه مرگ تدریجی ملت شما آغاز کردین و طالب امروز ادامه دهنده جنایات شما خائنین وطن فروش است. شما طالب بیگانه تو نیست اشرف غنی، طالب با مردم ما بیگانه است ولی با تو آشناست، با تو ارتباط داره، با تو هم دسترخوان و هم سفره است. با جنایاتی که شما انجام دادین، با پستی هایی که شما در برابر مردم انجام دادین، اونجا بود که شما مرگ برای مردم ما پیام دادین. چقدر انسان های وطن ما در دوران سیاه تو خائن ملی که خونهایشان ریخته نشد،
چی خانه هایی که داغدار نشد، چی پدرانی که پشتشان خمیده نشد، چی مادرانی که عشق در چشمانشان خشکید، چه خواهرانی که روحایشان زهر شد از فراق دوری برادر یا از فراق دوری خواهر. عامل تمام مصیبت و بدبختی و رنج و همه چیز ملت ما خائن جز اشرف غنی و دور و دستش و کسانی که بایی بودن. عبدالله نمیتونه مبرر باشه، عبدالله جزو اینمی دسیسه هایی بود که بود و تا امروز باقی مانده. اینا یک مشت خائنین بودن که با همه چیز بازی کردن و امروز میگه که ملت در مرگ تدریجی است و گروه طالب ها را به سلب حق زندگی زنان افغان متهم کرد. تو حق زندگی را در وقت حکومتت از زنان افغانستان گرفته بودی. آقای آصف صافی در یکی از نشتهای خود در تمی صفحه فیسبوک من نشته کرده بود که شما در زمان حکمرانیتان از طریق وزارت خارجه و از طریق شورای امنیت که خائن شرف باختی دکتر محب بود و ساعتها فسادخانه را در سر تا سر افغانستان شما اداره می کردین. اونجا بود که شما به خاطر از این که مردم محتاج به کار بودن ولی شما باش طرحهای شیطانیتان میخواستین که اونا رو به دام بیندازین. حق زندگی زنان رو شما او وقت گرفته بودین و امروز طالب بسته ساخت صدای ملت ها که نشه که این مردم بلند شون و فسادها و جنایات شما را نمایش بدن. همون بود که طالب لعنتی افغانستان شما دو دسته تعویض دادن، محاصره قرار گرفتن، تمام مردم در زندان انداختن، فیلم می تلفن های مردم را گرفتن، بازرسی کردن و تمام کلیپ ها و همه چیز مردم را پاک کردن. وگرنه اینقدر از شما جنایت و خیانت و وطن فروشی ثبت شده بود که در تاریخ ثبت نشده. ولی یقینا یک روز برای شما میگم آقای غنی، برای تو میگم رولان غنی خائن که با عزت آبروی مردم ما تو یهود دختر بازی کردی، برای تو میگم خانم سوره سفر داود که یک روزی اسناد جنایت و خیانت های شما در برابر زنان افغانستان چی از پروژه پرمود و چی از دیگه پروژه ها بیرون میشه. و در این چند روز دیگه ما میبینیم که به خاطر نغمه من نمیخوام که گفت صحبت های زهره یوسف از خودش هست یا از کسی نیست که برای نغمه نشته کرده که ما بر تختار میتیم که خودشونت فلم های برهنه ما بیرون میکنیم. اگر واقعا از زهره باشه بین بینگرامی پس عرفه که در فیسبوک من نشته است واقعیت است که زن خودش عامل ترویج فساد و مصیبت در هر گو در بیرون بوده. تو از کجای فلم ها رو ثبت کردی؟ از کجا میدانیسی که فیلم هست؟ شاید نغمه اشتباهات کرده باشه ولی در حق خود جفا کرده و آمده یک مصاحبه کرده و این مصاحبیش باعث تخریش از آن آمه شد و ما جوابش دادیم. اما با عیسیت با شخصیت نغمه ما کار نداریم. ولی تو با عیسیت و آبروی اکثریت زنان افغانستان تو رئیس بازی کردی. تو در رست سیاه قرار داری که پیش زنان افغانستان یک چیره سیاه شرمنده منفور و خجالت زده هستی. پس ضرور نیست که تو هم بیای فراموش کنی که ملت فراموش کردن که هانچی که شما خائنین وطن فروش در هر ریاست جمهوری و شوهر در شاروالی کابل انجام فراموش کردن و شما را موسیقی های بیگناه گواره بالا پس دوباره بین سرخیل خوبان باشین و هر آنچی که دلتان از شما بگوین و مردم خوشباور ما بازی فریب شما رو بخوام میخورنم. چون شما شرف باخته ها با پول های بادکده ای کاوردین دسترخان دارین، مردم نان میتر، مردم یک تعداد مردم ما که شکم پرست و نان پرست هستن وقت نان خوردن فراموش میکنن که نان از طرف کی بود، کی این نان برشان داده بود. و غنی در آخر میگه که از زنان افغانستان استفاده ابزاری سیاسی میشه. حالا نمیشه آل زنان افغانستان هم من حیث یک آلی فشار طالب ها تمامی طرحهای خائنانه در دوحه سرش کار شده بود نگه داشته تا باجگیری کنن تا بالاخره جهان وادار شود که بالاخره بخاطر حل شدن این مسئله بر از اینا هم مشروعیت ملی بده هم مشروعیت بین المللی بده. اما شماها شرف باخته ها بودی نشرف غنی که زنان منعیس ابزار سیاسی کار می گرفتین. حالا شما اون چیره که در گذشته انجام دادین
امروز میخواین به اصطلاح برف بامتان بالای دیگر را بیندازین. تاریخ شما را هرگز نمیبخشه. تاریخ همیشه شما را نفرین میکنه، لعنت میفرسته و ایش گام نمیبخشه. که چند خبرنگار از این که میان با اینا به خاطر شهرت و به خاطر از این که آشنایی دارن و به خاطر از این که لقمه‌نان بخورن صحبت میکنن و تلاش میکنن که از این چیرهای سیاه پس سفید بتراشن، اینا هم کمتر از این خائنین نیستن. هر کسی که باشه مثال ها گفتیم بناگرامی بذارین شناسایی کنین خائنین، شناسایی کنین کسایی که با عیسیت آبروی ملت ما بازی کرده، شناسایی کنین کسایی را که در طول چهار دهه با تمام ارزش های انسانی و تاریخی و فرهنگی ما شما بازی کرده، اینا را در انزوا قرار بدین. ما نمیگیم که برین بکشین، کشتن رای حل نیست، اینا باید در انزوا قرار بگیرن، در انزوای سیاسی قرار بگیرن، در انزوای اجتماعی قرار بگیرن، تا اینا هر روز به عذاب وجدان گرفتار شوند، تا مرگ تدریجی را که امروز ملت با او برابر ساختن خود تجربه کنند. بین شما حداقل اگر واقعا دلسوزی دارین برای مردمتان، اگر واقعا رنج میبرین از فعالیت که در کشور ما هست، پس که این می چهره های خائنه، چی در وزیر بودن و چی وکیل بودن و چی رئیس بودن و چی هر کاری که بودن، چی نزدیکان غنی بودن، در هر پست که بودن، اینا رو شناسایی کنین، معرفی کنین و از مردم بخواین که به اساس اینی خیانت ها، به اساس اینی جنایت های که انجام دادن، در اینی اجتماع قرار دارن، اینا رو شما چی کنین در انزوا قرار بتین، رابطه ایتان قطع کنین. حداقل این کار رو کنه میتونین، اما ضرور نیست که هر کس شما رو نان داد شما از او به نیکی یاد کنین، هر کس که چهار قران مصرف کرد او رو به نیکی یاد کنین. خب بیندگرامی با امی مختصر و با وجود که جای برای تبریکی نیست و بسیاری کسا تسلیت میگن، اما بازم به کوری چشم دشمنان و تاریک اندیشان سیاه دل طالبی این روز مبارک باد و امیدواریم بزودی شاهد سرنگونی تروریستان باشیم، نظامشان باشیم، خودشان باشیم و رهایی زنان دلیر کشور از قید این ملحدین دین فروش. یک مختصر تاریخچه هشت مارچ هم یک نظر کوتاهی میاندازیم، بعدا میریم به سراغ یک شیطان در لباس عالم دین. گفتیم که امشب بیشتر در رابطه با 8 مارچ است. تاریخچه رویداد 8 مارچ از یک نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان منشأ گرفته است. روز 8 مارچ سال 1908 میلادی زنان کارگر کارخانه نساجی در نیویورک به خاطر حمایت از مبارزات قبلی، یعنی سال 1875 میلادی، دست به اعتصاب زده بودند. کارخانه دار برای جلوگیری از گسترش اعتصاب زنان را در فابریکه محبوس نموده و کارخانه به گونه نامعلوم آتش گرفت و بنابران حدود 129 تن از زنان کارگر در آتش سوختند. بعدها این روز یعنی 8 مارچ از سوی یک خانم آلمانی به نام کلارا رتکین در آگوست 1910 در شهر کوپنهاگ در یک همایش بین المللی به عنوان روز همبستگی دفاع از حقوق زنان در مقابل تبعیض‌های گوناگون مسمی کردید. با توجه به آن میتوان گفت که روز 8 مارچ از قهر استبداد و تبعیض و قربانی‌ها برخواسته و نخستین گام‌ها برای شکل‌گیری یک جنبش عقل‌طلبی بوده است. در واقع 8 مارچ به منزله اتحاد زنان دنیا در مبارزه برای تساوی حقوق زنان با مردان و نماد مبارزات پیگیرانه آنها است. با این حال 8 مارچ روز همبستگی برای مبارزه جهت رسیدن به دنیای بهتر، دنیای حاری از خشونت و تبعیض و نجات از فقر و ستم مبدل گردیدند. 8 مارچ روزی است که به ما از وضعیت بد میلیون ها زن افغان حکایت میکند که توسط امارت طالبان که از آدرس دین با آموزش و فرهنگ مخالفت میکنند به طرف محرومیت پرتاب گردیدند. تجلیل از روز جهانی زن فرصت خواهد بود تا بار دیگر زنان کشورمان با جنبش عزم و اراده خود برای دفع و طرد تبعیض و استبداد و محرومیت بی‌نظیر مساعی بیشتر متمرکز نمایند. تنها رایی که به شکست می انجامد تلاش نکردن است.
کشور ما به جای خطرناک تبدیل شده است، نه به خاطر وجود افراد عقبگرا، بلکه به خاطر وجود افرادی که علیه آنها دست به مبارزه سیاسی و مدنی نمیزنند. باید برای رسیدن به هدف ترس، به هدف ترس را شکست داد و تنها راهی که به شکست می انجامد تلاش نکردن خواهد بود. ما در حالی که هر نوع اقدامات نظامی توسط هر گروه کشور را یک بار دیگر در واتلاق جنگ قرار بده رد میکنیم، ولی طرفدار هزی هستیم که ما باید به خاطر تغییر از بنیادی این نظام کار کنیم. خب جنگ اگر رای حل نیست و یک طرف، اما فشارها باید به خاطر تغییر نظام باشه، نه به خاطر تشکیل حکومت فراگیر، نه به خاطر بیعت به طالبان. از مبارزات مدنی زنان کشور برای احقاق حقوق حقیقیشان حمایت میکنیم. در این زمان سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مبارزات جاری برای حقوق زنان در افغانستان و سراسر جهان کنار گذاشته نخواهد شد. آنتونیو گوترش در پیام کتبی که در تویتر خود منتشر کرده نوشته که سازمان ملل متحد به حمایت عملی از زنان در شرایط بحرانی ادامه خواهد داد. او نوشته است که برابری جنسیتی در همه کارهای بشردوستانه و توسعه ما نقش اساسی دارد. در این زمان نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، افغانستان را بدترین کشور جهان از نظر حقوق زنان خوانده است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یعنی ما به نقل از بانو اوتو نبایو آورده است که از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت های شدید اعمال شده بر حقوق اولیه زنان و دختران را عرض کند. اما در پایان صحبت بیندای گرامی، صحبت از یک منافقه که خود در لباس دین جا داده و دین را به تمسخر میگیره برایتان نشر میکنم. و اما پیش از او یادتان هست بیندگیرونی، همیش ما گفتیم که از آران ملا و مولوی و عالم دین و مجاهد اینا در طرح مبارزه با بانتیتیزم دکتر نجیب قصاب کابل در زمان خود ریاست جمهوریش تربیه شد و روانی تنظیم ها شد و جایی که معاجینی قرار داشتن شدن، که ما بارها گفتیم اونمو خواهین، اونمو خادیستا، اونمو وطن فروشا چی شدن؟ تمام از اینا امروز در ترکیب طالب از اونمو اختلافات خلق و پرچم شما ببینید که امروز در بینشان است، اما امروز اول اختلافات به نام طالب عقبگرا و طالب میانه را و ایناست. اما اونمو جاهلین است که میاین عرفهایی میزنن که نه در قرآن است، نه در حدیث است، نه ای صحت داره، نه دینی است و نه یک عرف عقلانی است. فقط چرندیات را تعویل مردم میتن تا مردم چی کنن؟ هم دین ستیز بسازن، هم دین گریز. باور ندارین شما با گفتار از این جاهل زمانه دقت کنین، آیا یک عالم دین کسی که میخوای مردم به دین دعوت کنه همی قسم مردم زد دین میسازه؟ آیا مدبولا ما دین میخوایم که همی عرف اکشنیدن بفرمایید بگوین در کدام آیت از قرآن ازشان وجود داره، در کدام حدیث نبوی آمده، در کدام روایت آمده که همی ملای لعنتی میگه؟ گوش کنین، لباسای خامکدوزی، چی چادری باشه، چی که حجاب باشه، این با این زنان اجازه نیست که با این چادری های نهایت پیشرفته ظریف خامکدوزی و با این حجاب های بسیار قوی و خامکدوزی که 25,000 افغانی قیمتش است، ولو که با حجاب و چادری هم با آنم حق ظاهر کردن را به ملت آنها دارن. بگی میدان پورا کالی خواب هستی بیدار، با وجود حجاب، با وجود چادری، چون خامکدوزی است، چون زیبا هست، چون زینتی زن است، چرا خامکدوزی میکنی؟ چرا ساده نمیگیری؟ زینت است. چرا این حجاب خامکدوزی سری آستین و عین شکل پیشبر و دیگه و دیگه و انیشه گرد دامن؟ چرا؟ به خاطر که زینت است. این زینت کسبیر حق ظاهر کردن ندارد. بگی میدان آلی پور، بگی آلی میدان. این تا جاهلای آمدن از دین بر من رو تو میگن. خب مشخص است که بالاخره مردم بالای اینمی دین فروشا، اینمی ملحدین، اینمی سیاهندشا، اینمی تاریک دلا، اینمی خائنین انتقاد میکنن و فکر کس خوش باورا میگن که اینمی علمای دین است، از دین میگه. برادر اینمینا علمای دین نیست، اینمینا کسایی هستند که
تربیت شدن برای چنین روزه که دین از داخل بزنن. ما این بارها گفتیم که در دهه 90 بالاخره اینمی فیصله شد در ریاست خود که نتونستیم ما در مبارزات رویارویی در برابر مردم افغانستان به پیروزی دست بیاریم. پس بیاین که اینا رو از داخل بزنیم و تا صبح پیروزی که 10 سال 20 سال 30 سال دوام کنه ما باید اینو کار کنیم که اونو بود که اینا تربیت کردن، ملا مولایی شیخ الحدیث عالم دین قاری قرآن اینا تربیت کردن، هر چیزی که فکر میکنین روان کردن داخل سنگرها. همی سنگ یادتون هست کسایی که همسر تانو ماست که میفتن در فلان ولایت حزب اسلامی و جمعیت اسلامی زده میرن، ماز ملا اسلامی بکلی از اونا میزنه، جبه نجات مینی میزنه. اینمی موجودیت خادیستا بود در اون وقت، اینمی خادیستا بود در بین مهاجرین همیش اینا تخم نفاق و کینه رو انداختن. و امروز اینمی شیطان هاست که در لباس عالم دین و در لباس مولایی و در لباس ملا میان چرندیات رو میگن تا مردم از دین گریزان شون. و بگین که اینمی دین هست. حالا دین و خامکدوزی چی؟ و زن افغان چادری پوشاندی و چادری از این خامکدوزی داره، این زینت لباس از این خود روی قیافه و اندام اون زن معلوم نمیشه. شما شرف باخته ها چی تاختین از دین؟ مگر در خانه شما مادر نداشتین؟ خواهر نداشتین؟ که آره آمدین ار آنچه که دل شما شراب باخته ها میشه بالای ملت مظلوم ما، ملت که توسط خیانت اشرف غنی و خیانت خلیزات و دار و دستشان امروز در گلیم مصیبت و بدبختی شده شما تطبیق میکنین. با امید روزایی که بهتر شده بریم، با امید روزایی که اینمی خائنین در هر لباس در هر مکتب در هر طریقت که است برای مردم ما افشا شود، روسیا شود، تاریخ زده شود، در انزوا قرار بگیرن، به عذاب وجدان گرفتار شن و در عذاب وجدان اینا جان بتن تا بالاخره بفهمن که چیکار به ملت کردن. با امید روز پیروزی زنان کشور ما بر تمام سیاهی‌هایی که بالای از اینا امروز جبران تامین شده. به چند گزارش از کشور توجه شما را جلب میکنم. کشورهای غربی خواستار گفتگوی فراگیر در افغانستان شدن. گزارش از سی‌جی 24 به شما تقدیم میکنم بینا گرامی. فقط یک دو گزارش است، ولی پیش از این گزارش با عرض معذرت بنده گرامی ما گزارش برات شما بعداً تقدیم میکنم که بروز یک شنبه پنجم ماه مارس در بانک تال تاج تجلیل از روز 8 مارس بود به ابتکار کارمشیر و صحبت هایی بود. ما کلپ های ثبت کرده بودیم ولی متاسفانه مشکل تکنیکی پیدا کردیم. در این بخش فقط دوست داریم که صحبت آغازین بانو نیلوفر راهون ظهوری راهون برای شما تقدیم کنیم و باز ما معذرت می‌خوایم از اینکه نتونستیم که با نسبت مشکلات تکنیکی کلپ ها را خدمت شما تقدیم کنیم. به نام خدایی که زن آفرید، با درود و مهر و صمیمیت به همه دوستان، مهمانان گرانقدر و ارزشمند، با 127مین برنامه کاروان شعر خوش آمدید، صفا آوردید. این برنامه اختصاص یافته به نیکوداشت از جایگاه بانوان. بانوانی که پیوسته کوشیدند تا جایگاهشان را در اجتماع بیابند تا مساوات و عدالت برقرار گردد. بانوانی که همیشه همچون مشعل سوختند تا بر ذهنیت تاریک اندیشی و مرد سالاری روشنی را به ارمغان بیاورند و بر چهار دیوار خانه ها عشق را رنگامیزی کنند و چراغدار زندگی باشند. بانوانی که همین امروز به خاطر باز کردن مسیر زندگی واقعی همچون سپر با دستان خالی در برابر گروه سیاندیش و متحجر استادن بدون آنکه کوچکترین پشتیبانی از طرف برادرانشان در وطن دیده باشند. بانوانی که خودشان به تنهایی تاریخ ناعادلانه و ناموزون
سرنوشت زن را با خون و اشکشان رقم میزنند. بانوانی که دیگر نمیخواهند پستوهای خانه ها شاهد اشک ها و فریاد هایشان باشد. بانوانی که میخواهند صدای عدالت، صدای آزادی، صدای زن، صدای برابری و صدای مهر و صمیمیت را به گوش ناشنوای تمام جهان فریاد کنند. رسالت ماست که با اونا هم صدا شویم، با قلم، با قدم، با شعر و ترانه، با فریاد، با برگزاری برنامه ها، با برپایی تظاهرات. نگذاریم صدای صلح‌خواهانه و عدالت‌خواهانه بانوان عزیز ما خاموش گردد. ما امیدوار هستم که این پیکارها به پیروزی برسد و نسترن‌ها حتما پرواز خواهند کرد و روشنایی بر تاریکی پیروز می‌گردد. به همین امیدواری برنامه را با خوانش غزلی که به می بانوای نستو، ستوده و نترس سرزمینم پیشکش کردیم آغاز می نمایم. آهو شدم تمام بیابان پلنگ شد، آهو شدم تمام بیابان پلنگ شد، ماهی شدم سراسر دریا نهنگ شد. با صد شکنجه از قفس خود برون شدم، تا پر زدم نصیب وجودم تفنگ شد. یک شیشه خانه عشق شدم بین زندگی، یک شیشه خانه عشق شدم بین زندگی، هر کس به قدر غیرت فرسوده سنگ شد. هر افتخار تا که ز دستان زن شکفت، در ذهن کور مرد خرد کشته ننگ شد. اینک گذشت وقت سیاسر شدن، ببین با خون من روایت تاریخ رنگ شد. آخر غرور جاده به پاهای ما شکست، آخر غرور جاده به پاهای ما شکست، از بس که آسمان و زمین نیست تنگ شد. خب به بینده گرامی تصمیم تغییر کرد و از این که امروز روز هشتم مارچ است، روز زن است، از خبرها، نشر خبرها میگذاریم. چند وقت سال گذشته ما و نبیل جان و موین کاظم و دکتر سر شاکر یک کلیپ بسیار جالبی را تهیه کرده بودیم که کلیپ برای مادر بود، ولی بی مورد نیست که این کلیپ امشب برای شما هم تقدیم کنیم. شعر مادر مرا ببخش که با ختم امی شعر برنامه امشب ما هم به پایان میرسه و تشکر میکنم از توجهتان. البته شیر هموطنان گرامی ما در تلویزیون میبینن و تماشا میکنن، در کلیپ یوتیوب شاید نبینن. بازم روز زن مبارکی یک و یک شما خواهران و مادران گرامی بان، با امید روزهایی که شاهد نجات زنان کشور خود از قید اسارت سیاه‌دلان طالبی باشیم. قانون خانوادیتان گرم و همیشه سبز و شینیتان باشه، همیشه با ما باشین تا همه یک جا باشیم. تا دیدار بعد، حافظ حقیقی، نگهدار یک و یک شما باد.